سلسله بحثای ازدواج امروز رسیدیم روی شخصیت باساختار یا چوکاتی. ارواپوهان په دې باور دي چې دپرشن یا ژور خپګان د فرد پر هیجانونو، کړنو، ذهن او بدن. و امروز میخوایم روی شخصیت بیرونگرا بحث بکنم. شما اگر برنامه هفته گذشته را تعقیب کرده باشین، ما انواع شخصیت ها را فقط کتگوری کردیم و نام بردیم، اما امروز به تفصیل شخصیت اولی را یا شخصیت بیرونگرا را به بحث خواهد کرد. مناسب ترین سن به ازدواج کدام است؟ ما اصلا در کدام سن ازدواج کنیم؟ چند ساله باشیم که ازدواج کنیم؟ سلام دوستان، امروز در مورد یک خطای شناختی دیگه که به نام فیلتر ذهنی یاد میشه بحث میکنیم. شاید برتان جالب باشه که فیلتر ذهنی چی است. در ذهن ما همچنان یک به اصطلاح یک شباهت است، یا به اصطلاح ما یک شباهت میکنیم به نام فیلتر ذهنی، یعنی یک از یک فیلتر خاص، از یک مورد خاص، از یک چیز خاص، یک مورد کلان و یک داستان کلان، یک اتفاق کلان را از روی مورد کوچک یا خاص میگذرانیم. این میگه فیلتر ذهنی. یعنی ما به یک میله میریم و کل چیز در میله خوب است، غذا خوب است، خوشی خوب است، شادی خوب است، همه چیز خوب است، کل اتفاقات که در میله رخ میده همه چیز خوب است. اما در آخر میله، ما در بازگشت از میله، وقتی که به یک جای میرسیم، تازه به یاد ما میاد که یک فرش کنه یا یک بالشت یا مثلا یک گلاس یا یک قاب یا یک کاسه از پیش ما مانده، و ما میگیم که اوف، کل میله خراب شد، کل چیز خراب شد. و ما امو یک فرش کنه را یا یک گلاس را یا شاید یک قالینچگک را وقتی اونجا فراموش کردیم، کل خوشی خود را، کل راحتی خود را، کل لذت و نشاط خود را که در اون میله داشتیم با دوستان و عزیزان خود، او را معامله میکنیم با مو یک چیز کوچک و از او فیلتر میگذرانیمش و کل روز خود را به اصطلاح میگیم که خراب شد. یا مثلا یک فوتبالیست قهرمان و موفق، سالها فوتبال کرده، بارها گل زده، قهرمان شده، امتیاز آورده، نام و نشان داره، اما یک روز در یک فوتبال یک اشتباه میکنه و ما متاسفانه او رو قضاوت میکنیم که هیچ اصلا فوتبالیست نیست، یه اصلا خوب بازی نمیکنه، از اول هم ایتر بود و ما کل بازی هایش و تلاش هایش متاسفانه با یک اشتباهش معامله میکنیم. یا ما همسر ما بسیار خوب است، بسیار راحت است، بسیار آرام است، بسیار آدم شیرین است، بسیار آدم دوست داشتنی است، بسیار فداکاری ها کرده، بسیار لطف کرده در طول عمر، اما یک سال روز تولد ما را فراموش میکنه و ما میایم کل خوبی همسر خود را به خاطر اونم یک موردی که سال روز ما را به ما مبارک باد نگفته یا تجلیل آنچنانی نکرده را جدی میگیریم. ما همیشه یک مثال دادیم و آرزو دارم کسی ناراحت نشه و نارامم نشه و مرا قضاوت نکنه و من میخوایم بگویم که در اینجا نظر من نقش نداره. اگر به یاد شما دوستا باشه، مرحوم شهید دکتر ایاز نیازی یک انسان بزرگ، یک مرد که یک فردی که یک انسانی که سالها تلاش کرد از طریق پنتون، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق رادیوها و تلویزیونها، حتی اخیراً در یوتیوب ها و فیسبوک ها و توسط بعضی فته ها و نوار ها و سیدی ها و کتبی که بعضی رساله هایی که نوشت، به مردم بسیار کمک کرد، به مردم بسیار دین رساند، به مردم بسیار در گسترش و شناخت و بهتر آگاه شدن از دین کمک کرد. اما یک بار در قضیه فرخنده یک پیشداوری کرد، یک قضاوت کرد و مردم ما، شهریان کابل ما، مردم ما در دنیا، در کابل، در افغانستان،
او را بسیار قضاوت کرد و ما او را فیلتر ذهنی دانستم همان زمان. یعنی که ما خوبی های یک فرد را که در طول قدر مدت خوبی کده، آگاهی دهی کده، روشنگری کده، ما میاییم به یک اشتباهش یا به یک قضاوتش یا به یک پیشداورش یا به یک نظرش، به یک نظرش، حالا شاید او نظرش بوده، ما میاییم او را میگیم که خوب توی کلن آدمی خوب نیستی. اما تو در رهبرای جادی اتفاق افتاد، مثلا در رهبرای طالبا شاید سبای اتفاق بفته، شاید در مورد کمونیست ها اتفاق بفته، روزگار ما بر علیه جهاد میکردیم، روزگار بر علیهش میچنگیدیم و امروز رو قهرمان میگیم، وطن پرست میگیم، وطن دوست میگیم، روزگار برش خائن میگفتیم، جنایتکار میگفتیم، جنگ سالار میگفتیم، اما هنوز امروز قهرمانان ما هستن، ما به نامش مثلا جاده ها رو به نامش میکنیم، سرک ها رو به نامش میکنیم، پانتونا رو به نامش میکنیم، مثلا جاهای بسیار خوب خوب دیگه به نامش میکنیم و امروز قهرمانای ماست. اما روزگار به او جنگ سالار میگفتیم، به روزگار به او اشرار میگفتیم، قاتل میگفتیم. اینا معمولا چیزایی هست که در افغانستان اتفاق رخ میده و اتفاق میفته و این بیشتر نشانه یک خطای شناختی است که ما یک فیلتر ذهنی در ذهن خود نصب کردیم. چرا ما باید فیلتر ذهنی نداشته باشیم؟ بنابر چند دلیل. یک، چون این زیاد میشه، مسائل ما را زیاد میکنه، مشکلات ما را زیاد میکنه. یک، دو، سبب وسوسه و نگرانی ما میشه. دو، سه، سبب افزایش قوانین خشک میشه. چهار، فاجعه سازی به بار میاره. پنج، انسان بیشتر منفی میشه. شش، کارهای ما بیشتر به عقب میره، بیشتر به عقب، البته به پیش نه، به عقب میره. کارهای ما به عقب میره. توانایی های ما و مثبت نگری های ما، مثبت اندیش های ما افت میکنه، کم میشه. یک مورد نمیتونه که 10 مورد را غلط بگیره، یک اشتباه نمیتونه که 10 اشتباه را خوب بگیره، یک خوبی نمیتونه که 10 منفی را از بین ببره. و آخرین کلامی که هیچ چیز در دنیا کامل و پر نیست، هیچ چیز مطلق نیست. پس خوب است همیشه دنیا را و اتفاقات دنیا را نیست میبینیم. لگ لدغه مسئله سر مخامخ سوم تی در سلسله بحثای ازدواج امروز رسیدیم روی شخصیت باساختار یا چوکاتی. ارواپوهان پدی باور دی تی دپرشن یا ژور خفګان د فرد پر هیجانونو کړنو ذهن او بدن. و امروز میخوایم روی شخصیت بیرونگرا بحث بکنم. شما اگر برنامه هفته گذشته را تعقیب کرده باشین، ما انواع شخصیت ها را فقط کاتگوری کردیم و نام بردیم، اما امروز به تفصیل شخصیت اولی را یا شخصیت بیرونگرا را به بحث خواهد کرد. مناسب ترین سن به ازدواج کدام است؟ ما اصلا در کدام سن ازدواج کنیم؟ چند ساله باشیم که ازدواج کنیم؟